عبرانیان فصل پنجم. هر کاهن اعظم از میان مردم برگزیده می شود تا نماینده مردم در حضور خدا باشد. او به خاطر گناهان انسان هدایای تقدیم خدا نموده و مراسم قربانی را انجام می دهد. چون خود او دچار ضعف های انسانی است، می تواند با نادانان و خطاکاران هم دردی کند، ولی به علت ضعف خود مجبور است نه تنها برای گناهان مردم بلکه به خاطر گناهان خیش نیز قربانی بنماید. هیچ کس اختیار ندارد این افتخار را نصیب خود بسازد، بلکه فقط با دعوت خدا به این مقام می رسد، همان طور که هارون رسید. مسیح هم همین طور. او افتخار کاهن اعظم شدن را برای خود اختیار نکرد، بلکه خدا با او فرمود: تو پسر من هستی، امروز پدر تو شده ام. و نیز در جای دیگر می فرماید: تو تا به ابد کاهن هستی، کاهن در رتبه ملکی صدق. عیسی در زمان زندگی خود بر روی زمین با ناله و اشک از درگاه خدایی که به رهایی او از مرگ قادر بود دعا کرد و حاجت خیش را خواست، و به خاطر اینکه کاملا تسلیم بود دعایش مستجاب شد. اگرچه پسر خدا بود، اطاعت را از راه تأمل درد و رنج آموخت، و وقتی به کمال رسید سرچشمه نجات ابدی برای همه ایمانداران خود گردید. و خدا لقب کاهن اعظم، کاهن برتبه ملک صدیق را به او داد. درباره او مطالب زیادی برای گفتن داریم، ولی شرع آن برای شما که در درک این چیزها دیر فهم شده اید دشوار است. شما که تا این موقع باید معلم دیگران می شدید، هنوز احتیاج دارید که پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند. شما به جای غذای قوی و شیر احتیاج دارید. کسی که فقط شیر می خورد طفل است و تشخیص حق از باطل تجربه ندارد. اما غذای قوی برای کلانسالان و برای کسانی است که قوای ذهنی آنها با تمرین های طولانی پرورش یافته است، تا بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.